سلام، سلام به همگی. من سارا هستم. امروز در خدمت دو تا از همکارای عزیز و نازنینم از استرالیا. من الان نمیخوام، ما قبل اینکه شروع کنیم من اصلا نگفتم ما حسودی میکنیم به هوا و اینا، ولی در هر صورت و خوشحالم در خدمتتون هستم امروز و میخوام که فقط یه خودمون رو معرفی میکنیم و بریم سر اصل مطلب سابجکتمون. آیدا جون بفرمید. سلام، مرسی سارا جان، خیلی ممنون از دعوتتون. سلام میکنم خدمت همه دوستایی که دارن این لایو رو تماشا میکنن، چه الان چه بعدن تماشا میکنن. من آیدا هستم از شهر سیدنی استرالیا، همجوری که سارا جون گفتن. و آره، مثل بچه ها یادتونه مثلا یه خوشمزه جلوشون میخوردن مریض بودن میخوان نه تلخه تلخه، حالا ما نه اصلا هوامون اینجا خوب نیست، اصلا 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 نگران نباشی. آتفه جون، شما مرسی. منم سلام میکنم به همه دوستان عزیز که دارن لایو تماشا میکنن. مرسی سارا جون که دعوت کردی، هماهنگ کردی. منم از سیدنی استرالیا هستم، برعکس از آیدا که هوا اونجا خوب نیست، اینجا خیلی خوبه، هوا عالی و هر روزم داره بهتر میشه. ولی خب یه بعدی که داره که ناپایی داره دیگه. دیروز ما هوامون خیلی سردتر بود، امروز بهتره. شنبه دیگه آتیش میگیریم، به 35 درجه میرسه. دیگه همینه که ما نمیخواستیم بشنویم. ما میریم فریز بشیم. مرسی عاطفه جون. یه واقعیت ها باید گفت. بله. البته فکر میکنم دیگه ما انقدر لایو داریم، انقدر هر روز میریم جلوی، امیدوارم که خسته نکرده باشیم همه رو. ما این دومین لایو بدونه. ولی نه، به هر حال لایو های خودمون هست با همکارای دیگه‌مون. ولی فقط میخوام بریم سر اصل مطلب، چرا ما اینجا هستیم و راجع به این جاب آنلاین به خصوص آنلاین دیجیتال مارکتینگ صحبت کنیم و بگیم که چرا انقدر پاپیولر و چرا انقدر به اصطلاح هر روز داره گسترش پیدا میکنه و چرا انقدر طرفدار داره و مردم استقبال میکنن. آیدا جون اگه ممکنه شما شروع کنید. مرسی. باشه، حتما. مرسی. والا بزرگترین چرا اینه که به نظر من، خب الان تمام دنیا شما نگاه کنید که مثلا ما چند سال پیش موبایل ها چجوری بود، الان چجوریه، چند سال پیش چه بچه ها چی کار میکردن، الان چی کار میکردن، چه تجهیزاتی بود، الان چطوریه. یعنی دنیا داره به سمت پیشرفت میره، دنیا داره به سمت آنلاین شدن میره. حتی شما تو رستوران که میرین اینجا، خیلی از رستوران ها تو سیدنی الان ربات دارن، ربات میاد از شما پذیرایی میکنه. درسته حالا بخوایم نکات منفیش بگیم خوب نیست، به خاطر اینکه خب وقتی یه انسان میاد باهاش حرف میزنی، خوشو بش میکنی، ابراز احساسات میکنی، اما به هر حال دیگه واقعیتیه، دنیا داره به این سمت پیش میره. و حالا توی دنیای فیزیکی هم همینطوره، شما الان دیگه کلن داره همه زندگی رو به این سمت پیش میره که شما محدود به زمان و مکان نباشید، خودتون رو محدود نکنید که اگر یه شاپ دارید، اگر یه کاری دارید، به عنوان یعنی فیزیک شما حتما باید بلند شه صبح، بدو بدو، حالا بچه کوچیک داریم، بدو بدو بچه ها رو بذاره مهد کودک، بدو بدو بره سر کار، اونجا موظف باشین 8 ساعت بشینید، برگردید بیاید و حالا درآمدش هم حالا بگیم خیلی خوبم باشه، اما شما محدود به اون زمان و مکان هستید. و این چیزی که دنیا داره به سمتش پیش میره، داره این محدودیت رو مثل همه چیزهای دیگه از جلوی دست و پای ما برمیداره. شما میتونید بشینید تو خونتون، همون درآمد رو داشته باشید، ولی زمانتون مال خودتون باشه، خودتون تصمیم بگیرید که امروز میخوام 2-3 ساعت بچه‌مو بذارم مهد کودک یا نمیخوام، میخوام بچه‌م دور و برم باشه، منم کار خودم بکنم. یعنی چیزی رو از دست نمیدید که انجام بدید. من فکر کنم یه اصلی ترین مسئلهش این باشه که مردم یه مقدار آزاد میشن از این قید و بند ها. حالا عاطفه جان اگه دوست داری شما توضیح بدی یه مقدار. همینه، بله، اون آزادی هست که همه آدم ها دنبالشن دیگه. اصلا کلن
آزاد بودن تو ذات آدمه، دوست نداره محدود به یه جا باشه، یعنی یه کسی بهش چیزی رو دیکته بکنه دوست نداره، این ذات آدم هست، شخصیت آدم هست، وجود آدم هست که اون آزادی همیشه براشون لذت بخشه. خب ما وقتی که تو این بیزنس اون آزادی رو حس میکنیم، بر همین برام همه سوق داده میشیم به این سمت که دست خودمون زمان باشه، چه زمانی کار کنیم، از کجا کار بکنیم، مخصوصا برای کسایی که حالا مثل من یه دو تا بچه کوچیک دارن، خب خیلی براشون آزادی مهمه که بتونن تایمشون رو منیج بکنن، یعنی تو این قید و بند نباشیم که بخوایم یه جا بریم کارمند باشیم از صبح تا شب درگیر یه کاری باشیم، دوست داریم یه کاری باشه برای خودمون باشه. دقیقاً آتش جان ببینید، دقیقاً من خود من 20 سال سابقه کاری دارم توی دنتال آفیس، شما می‌دونید به خصوص پوزیشنی که من دارم خب در واقع کاملا سیفه، به خاطر اینکه خب وقتی که شما گراجویت میکشید از هر رشته ای، اولین چیزی که باید خیلی خیلی تلاش بکنید اون به اصطلاح سابقه کاری خیلی مهمه. من الان اینو دارم و تقریبا میتونم بگم که خب تا چند وقت پیش که فول تایم کار میکردم یه درآمد ثابت و یعنی در واقع این ترس رو نداشتم، ولی همیشه مثلا به خود من دلیل این که مثلا من خودم خیلی خیلی توجهم و این جاب آنلاین جلب کرده بود این بود که میگفتم که خب همیشه ما باید نگران این نباشیم که حالا ماها رو از کار برکنار بکنن یا مثلا ترس به هر دلیل. من میخوام اگر که یک زمانی من نخوام برم دیگه به هر دلیلی، حالا انتخاب من چیه؟ و همیشه واقعا خب همیشه میشنیدم جابای آنلاین انواع اقسامش، دوست آشنا این ور اون ور، ولی خب به هر حال اون محدودیت های خاص خودشو داره، خیلی مثلا چون از نظر زمان و مکان همیشه شما نمیتونید باید به اصطلاح همگام باشیم با اون کمپانی یا اینکه اون ایژوکیشن خاص خودش رو میخواد. دلیل اینکه من خود من رفتم اینکه میخواستم که حالا من انتخاب کننده باشم، با اینکه حالا میگم همیشه پشتوانه من محکم اینجا، حالا انتخاب بعدی من چیه؟ و باور نمیکنید من مثلا با یکی دو تا فاکتور اومدم که چرا میخوام اخونه کار بکنم، دیگه نمیخوام اون آمد و رفتار داشته باشم، ولی که همچون که همون اوایل شروع کردم و چون که مثلا کلن کاراکتر منم یه جوریه که خیلی آدم مثلا جایی که خیلی ریسک پذیرم، نه که همیشه، ولی جایی که به اصطلاح قلبم و فکرم و اینا داره میگه که درسته، هیچ ریسک، یعنی میتونم شروع بکنم. و باور نمی کنید همچی که شروع کردم یه ذره اطلاعات گرفتم، همون تازه اون اطلاعات اولیه انگار که آردی همه چی تو دست کنترل منه و اونقدر احساس خوبیه که باورتون نمیشه. برای همین من همیشه اول و آخر حرفم همیشه میگم که یه ذره باز باشیم به چیزای جدید و این که دیگه دنیای خودشو داره، واقعا یه دنیاست این دنیای تکنولوژی، و همیشه نترسین شروع بکنید. و به خصوص خب برای ما جابمون همیشه خب همه چیزه برامون، و این کار آنلاین میتونه دیگه، من کوتاه میکنم آیدا جان شما ادامه بدین که من بیشتر اگه یادتون باشه قبلا مثلا میگفتن اگه تا سال 2000 کسی کامپیوتر بلد نباشه و زبان انگلیسی بلد نباشه انگار که بی سواده، اینو میگفتن. حالا الان فکر میکنم یعنی واقعا دنیا داره سمتی پیش میره که واقعا اگه که دیگه ندونی که تو این سوشال مدیاها چی کار بکنی، چجوری تبلیغ بذاری، چجوری کار آنلاین بکنی، چجوری خودتو آزاد بکنی از این دنیای فیزیکی، شاید دیگه بی سواد حساب بشی. یعنی واقعا الان مادر بزرگام تو تیک تاک اینا دیدین که مادر بزرگا با میسن کنار نوه ها شروع میکنه از ادا در میاره. البته هنوز معلوم نمیشه، ولی خب خیلی ها این کارو میکنن، یعنی اصلا دیگه یه چیز عادی شده دیگه کلا تو همه چی. آره حالا نمیدونم سارا جون، گفتم که یه مقدار صحبت، حالا ما خیلی داریم مثلا از این کار آنلاینمون تعریف میکنیم، یعنی میگیم حالا مزیتش داریم میگیم و چرا داره دنیا به اون سمت میره. یه چیزی هم بگیم که مناسب چه کسانی هستش، یعنی واقعا این نیستش که حالا این که ما داریم تعریف میکنیم همه الان بگن آخ جون جامپ کنن بیان. یه بالاخره هر بیزینسی هر کاری بالاخره شرایطی داره، دوستان یه مقدار راجع به اون صحبت بکنیم، حالا شروع کنیم با هم دیگه. حتما عاطفه جان، میخوای شما
فکر میکنم ما هم شما رو تحکیم میکنیم. بفرمایید. ببینید کسانی که موبایلشون مثل من همیشه کنارشون هست و همیشه دم دستشون هست، این کار به درد میخوره. چرا؟ چون که ما روزی 2 تا 6 ساعت به صورت متوسط تحقیقات نشونده 2 تا 6 ساعت موبایل دم دستمونه، موبایل دستمونه. خب وقتی این موبایل همیشه اینجا هست و همیشه چک میکنم، انگار یه عادتی تو باش هست که اینو چک میکنم، خب چرا از این کارم درآمد نداشته باشم؟ برای کسی که این موبایل دم دستشونه این کار به دردشون میخوره، چون ما از همین موبایل، از همین لپتاپ داریم پول در میاریم، درآمدمون از همین طریقه. برای کسایی که دوست داشتن یه منبع درآمد دوم داشته باشن، کسایی که از طریق موبایل، از طریق لپتاپ بخوان این کارو انجام بدن، این کار مناسبه. البته ما همیشه میگیم این کار نیاز به سرمایه گذاری داره، یه سرمایه، ولی خب سرمایه خیلی زیاد نمیخواد. سرمایه باز بستگی به شما داره، بودجه شما داره. ما فایننسینگ داریم، یعنی حتی کسی هم که سرمایه نداره میتونه از قسمت فایننسینگ استفاده کنه. من نمیتونم استفاده، خب من پول ندارم از این کارو شروع نمیکنم، چون میتونه فایننسینگ استفاده کنه. این بیزنس همه به نظر من مناسب هستش، ولی برای کسی که یه دلیل اصلی داشته باشن برای این کارو شروع بکنن، محدودیت چارچوب برای خودشون ایجاد نکنن، بخوان از نقطه امنشون خارج بشن، یه علم جدید روز دنیا رو یاد بگیرن، یه درآمد دوم داشته باشن، این کار به نظر من مناسبه. و اینکه اجازه کار داشته باشن حتما، قانونی توی کشور دیگه باشن و البته به غیر از ایران و افغانستان، برای همه دیگه مناسبه. من محدودیت خاصی نمیبینم که بخوام بگم برای این افراد مناسب هست، برای افراد مناسب نیستش. به نظر من کسانی که بخوان یه تغییر تو زندگیشون ایجاد کنن، چه از نظر مالی چه از نظر شخصیتی، چون ما فقط بود مادی رو نمیبینیم تو این کار، ما کسانی که میان و ایمپاور میکنیم که بخوان یه بیزنس برای خودشون راه بندازن. یعنی ما علم سوشال میدیا مارکتینگ رو یاد میدیم که علم روز دنیا هستش. حالا کسی میتونه برای بیزنس خودش استفاده کنه، اگر نداشته باشه، کسی مثل من باشه بیزنس خودش نداشته باشه، میتونه برای شرکتایی که ما رو ساپورت میکنن استفاده بکنه و هیچ محدودیتی نداره، یعنی همه میتونن از این کار استفاده بکنن. دقیقاً، به خاطر اینکه یه علمه، ما دقیقاً انگار که میریم یونیورسیتی، کالج، یه کورس برمی‌داریم. و در ادامه صحبت شما عاطفه جان، بله، در ضمن اینکه این کار برای همه است، یه جورایی هم هر کسی که میخواد شروع بکنه باید اول واقعا با خودش آنست باشه، چی میخواد، کجا هست. اینکه مثلا شاید که الان برای شما این کار مفید باشه یا مثلا برای دوست من، ولی واقعا خودتون میدونین که کجا هستین، چی میخواین، پلانتون چیه، هدفتون چیه. برای همینه که مثلا من الان دوروبر من خیلی از دوستای من هستم، من اصلا خیلی هم راجبه، فقط میدونن که دارم در فکر مثلا یک جاب دوم دارم و یه مقداری توضیحاتی در حدی، ولی من میدونم که مثلا برای بهترین دوست من این کار نیست. به خاطر اینکه میگم اولین چیزی رو که باید با خودتون آنست باشین، ببینید که چون انقدر این کمپانی، این کار، این دوره ترینینگی که گذاشته، قبل اینکه اصلا شما شروع بکنید، انقدر برای شما آپشن گذاشته که شما واقعا میتونید زمان کافی دارید که بررسی بکنید که ببینید که واقعا هست، این مال شما هست یا نیست. مثلا فکر کنید که یکی از چیزایی که خود من یه ذره نگران بودم، مثلا میتونستم بگم که خب همه چیز اینا اطلاعات اولیه رو گرفتم، خب این خوبه، ولی مثلا از این ترس داشتم، چون مثلا من یه آدمی هم که خیلی سوشیالم، خیلی، و اصلا بدون اون من واقعا زندگی ندارم اصلا، به خصوص این کاری هم که من دارم میکنم دیگه، یعنی واقعا زندگی من سالها بیرون بوده در ارتباط با مردم. مثلا من میگفتم چطور من میتونم بشینم خونه، من نرم بیرون. ولی واقعا به خاطر اینکه ما زمانی که وارد این کار میشیم، شروعش اینه که خب همیشه به ما میگن وقتی شروع میکنیم برای ترین شدن، یه کوچ و یه منتور داریم، ولی واقعا اینطوری نیست. در کنارشون گروهی رو که تشکیل دادن، گروه سپورتی که به اصطلاح ما داریم، یعنی اون برای من الان، من اصلا واقعا احساس نمی کنم دیگه اصلا نیازی دارم به اون ارتباط بیرونی که قبلا داشتم، به خاطر اینکه اینجا هم ما داریم به هم چیز یاد میدیم، هم به اصطلاح سپورت میکنیم همدیگر رو که چطوری، چون در ضمن اینکه این یه بیزینسه، این یه چیزی کاملا شخصیه، ولی
کاملا یه چیزی هستش که گلوبال با هم دیگه، ما با هم دیگه داریم رشد میکنیم، یه جوری تو مسیر خودمون هستیم ولی ساپورت داریم میکنیم و با این گروه بزرگی که در ارتباطیم واقعا سر تا سر دنیا. یعنی دیگه اینم که من این یه ترسم که داشتم این کاملا اصلا دیگه خیالم راحت شد. دقیقا ما یه گروه 180 هزار نفری هستیم حالا تا الان، تا بعدن که ایشالله هم تو اضافه تر میشیم. خب سارا جون، اتفاقا این دوره آزمایشی ما به همین درد میخوره دیگه. شما درست گفتی، قشنگ نکته درستی گفتی. مردم، یعنی ما اطلاع رسانی داریم میکنیم با زومامون، با پستایی که میذاریم، اما واقعا یک دوره 30 روزه آزمایشی ما داریم که توی اون 30 روز ما از کسانی که میخوان جونشن درخواست میکنیم که تحقیق کنیم. این نیستش که مثلا بیایم بگیم که آیدا این حرفو زد من اومدم تو این سیستم. نه، آیدا این حرفو زد، شما قدم اول برداشتی، ولی به شما 30 روز فرصت میدن که بیاین امتحان کنین، بیاین نگاه کنین، تحقیق کنین، برین سرچ کنین بک‌گراند کمپانیایی که باهاشون کار میکنیم و نگاه کنین، اون بیزینس پلن رو ببینین، دفعه کامیشن پرداخت کردن رو ببینین و واقعا اینو ببینید. بعد حالا با ساختار زندگی خودتون ببینید چطوریه، ببینید آیا میتونید اون زمان رو بذارید، آیا میتونید مثلا 200 از تفریتون کم بکنید ولی خب تو بیزینس بیاین، آیا میتونید از نیم ساعت الکی گشتن توی اینستاگرام صرف نظر کنید ولی برای بیزینس خودتون حالا این دفعه تو اینستاگرام باشید. یعنی اون یک ماه واقعا بسیار دوره عالی و به نظر من کاملی هستش که شما میتونید تصمیم بگیرید و همینطوری بدون هیچ تحقیقی. هیچ کدوم از ما نمیخوایم که شما بیاید و بگی که خب من اومدم که حالا این بیزینس رو انجام بدم. این بیزینس هستش همونجوری که عاطفه جون گفت، سرمایه گذاری میخواد، ولی واقعا سرمایه گذاریش در مقایسه با بیزینس های آفلاین ناچیزه، خیلی ناچیزه. شما یک بار اینجا سرمایه گذاری میکنی، لازم نیست که هی هر روز و هر روز و هر روز هی استاکتون اضافه بکنین، هی پول بیشتر بذارید. و اون ساپورتایی هم که شما گفتید سارا جون که واقعا درسته، یعنی شما دوستایی از تمام دنیا میشناسید، همه واقعا دلسوزانه به هم کمک میکنن، یکی یه مشکلی داره بلافاصله 10 تا مسیج در جوابش میاد و مسئله حل میشه و واقعا یه کیس خیلی عالی میتونه باشه. دقیقاً عاطفه جان، شما چیزی ندارین اضافه کنید؟ خیلی هم کامل. بله دقیقاً، ولی خب این به هر حال این بیزینس باید صبر و حوصله داشته باشید، باید روش کار بکنید. بعدم چیزی که مطمئنم ما اینجا اومدیم، درسته دلیل این که اینا همه به هر حال وقت ما رو میگیره، وقت همه رو میگیره، ولی به اصطلاح یه تجربه خوبی هممون یک جورایی توی زندگیمون پیدا کردیم و واقعا میخوام با بقیه شیر بکنیم. ولی اگر که به اصطلاح صبر و حوصله دارید، اگر که یه هدف مشخصی دارید توی زندگیتون، اگر که اینطوری نیستش که به هر حال بیزینس باید وقت بذارید، درسته اوایلش مثل همه بیزینس های دیگه یه مقداری سخت‌تره، یه مقداری سخت‌تره که وقت بیشتری میبره، به هر حال زمان خودش رو میبره. اگر که خودتون میدونید به هر حال میخواید، اینجوری هم نیستش که تا اومدین و به قول یه نفر، یه به اصطلاح ماها یه مسترمایند داریم، کسایی که به اون رنج بالا رسیدن همیشه میگم من اولی که وارد شدم هفته اول گفتم کوش این چکا، من اومدم یه میلیون دلار بردارم ببرم، ای کوش چی؟ بعد میگفت رفتم نامید شدم. بعد میگفت بعدن که با یه مایندست دیگه اومدم که اصلا چیه نیچر بیزینس، چیه چه جوریه، اون وقت گفتش یا اون موقع توی مسیر درست قرار گرفتم، اون موقع فهمیدم که کجاست. در صورت مثل همه بیزینس ها زمان میخواد، وقت میخواد، باید دوستش داشته باشید و فقط خبر خوب اینه که آخرش موفقیته. زمان ده. برای همه ما تفاوت داره، بعضی زودتر، بعضی به هر حال همه ما انسانی و متفاوت، ولی آخرش موفقیت و این 100% گارانتی هستش. بر من اینو میگم تمام میکنم و شما خواهش میکنم که شما منو صحبت من تکمیل کنید، اگر که هر به سلام مشتاق هستید حداقل اطلاعات بگیرید، مثلا من میخواد یه
پلن بی دیگه ای داشته باشین تو زندگیتون، یا درآمد اضافه میخوای فقط ترای کنید، میتونید توی وبسایت های هر کدوم از ما ثبت نام بکنید، دکمه لرن مور رو کلیک بکنید روش، یا برای ما ایمیلتون رو بفرستید، ما با شما تماس میگیریم. آیدا جان؟ بله بله، وقتی که ایمیل رو ما از شما گرفتیم، از طرف ما یک سری ایمیل های اتوماتیک میاد که براتون یه وبینار 90 دقیقه رایگان رو میفرستیم. وبینار به زبان انگلیسی هستش و میتونید اون رو تماشا بکنید. دو بار در هفته این وبینار به صورت لایو برگزار میشه. اگه دوست دارید میتونید رجیستر بکنید. و خبر خوشم به فارسی زبان ها که ما خودمون دوستای عزیزی که تو این تیم هستیم فارسی زبان ها، وبینار فارسی هم درست کردیم که واقعا خیلی از سوالات رو توی اون وبینار پاسخ دادیم. اگر که دوست داشتین باز میتونید یه پیغامی به ما بدید و ما اون وبینار فارسی رو هم براتون میفرستیم. بله عاطفه جان. بله، حالا ادامه این ماجرا چی میشه؟ اگر شما وبینار رو تماشا کردید و علاقه من بودید که باز بیشتر بدونید، ما یه دوره 30 روزه ترایال داریم که تو اون 30 روز چه اتفاقی میفته. شما واسه گروه فیسبوکی اون میشین که 180 هزار نفر که تو دنیا داریم کار انجام میدیم، واسه اون گروه فیسبوکی میشید، اونجا درآمدهامون رو به اشتراک میذاریم، راجع به بیزینس بیشتر صحبت میکنیم و شما کوچینگ کال دارید و حدود 2 ساعت طول میکشه، 2 3 ساعت براتون ویدیو آموزشی ارسال میشه و تمام اطلاعات راجع به بیزینس تاریخیتون قرار داده میشه. اگر شما تصمیم گرفتید وارد این بیزینس بمونید که ما خوشحال میشیم شما تو تیممون باشید و وارد مرحله سرمایه گذاری میشید که اون حالا باز متفاوته، بیزینس مدل اون تمام این چیزا تو دوره آزمایشی به شما انتقال داده میشه. ولی اگر به هر دلیل این کار مناسب شما نیست، این 149 دلار که پرداخت کردید وارد دوره آزمایشی بشید به حسابتون ریفاند داده میشه و بدون ریسک هستش دیگه، یعنی هیچ ریسکی نداره. حداقلش یه بیزینس مدل رو امتحان کردیم و اینطور که توی اون گروه فیسبوکمون باقی میمونن، اونجا باقی میمونن و میبینن هم خواستن دیگه میرن. و این که نشون داده هیستوری این و خیلی ها با این که رفتن دوباره برگشتن با پشیمونی زیاد، چرا من برگشتم، چرا من سال قبل من این کارو کردم، چرا من. ولی هر زمانی که شما شروع بکنید دیر نیست، همینطوری که ما براتون توضیح دادید، فقط ترای کنید، نترسید، قدم اولش سخته، قدم اولو بردارید رفتید تا آخر. فقط من اگر که شما دیگه صحبتی ندارید میتونیم تموم بکنیم و با امید دیدار. بله مرسی، ممنون، با امید دیدار. مرسی از شما. خدا نگهدار.